دو روزتان شاد گفتگوی سرنوشت را به گونه زنده از نور تماشا می کنید تناب پیچیده انتخابات و گریه که کورتر می شوند برگزاری انتخابات پارلمانی حقیقت نزدیک یا رویای دور در حالی که حکومت وحدت ملی بر مبنای توافقنامه سیاسیش متحد به برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی تا دو سال از عمرش بود موعد آن هم گذشت و انتخابات برگزار نشد حالا اما اتفاقات در کمیسون های انتخابات یک سال گذشته افتادند که نه تنها آبروی رفته روند مردم سالارانه بنام انتخابات اعاده نشد بل اعتماد مردم و جریان های سیاسی نسبت به این روند بیشتر از هر وقت دیگر کاهش یافت به دنبال انتقاد تند جریان های سیاسی از روند کار در کمیسون های انتخاباتی تا حد برکناری کمیشنران و منحل شدن کمیسون های انتخاباتی جدال در کمیسیون شکایات انتخاباتی و سرانجام برکناری رئیس کمیسیون انتخابات رئیس جمهور غنی اخیراً طی فرمان دستور داد کمیته گزینش دوباره به کارش آغاز کند که امروز نهادهای مدنی مرتبط با انتخابات عضویتشان را در کمیته گزینش رد کرده و آن را تحریم کردند در میان این همه ما در حالی که خبرهای از درون انتخابات از درون کمیسون های انتخاباتی منتشر می شوند که کار رسمی و قانونی هیئت اداری این کمیسون ها به پایان رسیده است حکومت همچنان از تعهدش برای برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده که سرطان سال آینده است سخن میزند کمیسیون انتخابات از پایان کار تثبیت مراکز رایدهی تا حد 90 درصدش میگوید و کمیسیون شکایات انتخاباتی هم میگوید تا هفته آینده به کارش که سم شکایات در پیوند به کارهای انجام شده تا امروز هست آغاز خواهد کرد من رشاد زریر هستم و این بحث را به کاوش میگورم با حضور آقایان عبدالغفار اخلاص سیغانی استاد دانشگاه و دکتر باقری آگاه مسائل سیاسی خیلی خوش آمدید آقای باقری با توجه به آنچه دست کم چند ماه اخیر در پیوند به انتخابات را گواه بودیم چقدر امید بر این که انتخابات سر زمان معینش برگزار شده و یا هم مشخصا اراده قاطع حکومت برای برگزاری انتخابات مانده بسم الله الرحمن الرحیم تشکر از شما از ارادت دارم خدمت استاد سیخانی و سلام خدمت بینندگان تلویزیون خب دو محور داره سوالتان یکی این که دولت آیا اراده برای برگزاری انتخابات به موقع داره یا نه یکی اینکه بر حال زمان ایجاب میکنه که انتخابات به موقع دایر شوه یا نه از نظر دولت خب بر ما از زمیر دولت مردان آگاهی نداریم اگر به اساس بر حال اظهاراتشان به اساس اقدامات عملیشان بخوایم قضاوت کنیم و یه میتونیم بر حال نتیجه بگیریم که اه دولت اه همچنان بر بر حال ادعا میکنه که اراده برگزاری انتخابات را داره دولت وحدت ملی هر دو در واقع جناحش هم رئیس جمهور هم رئیس اجرایه و همچنین سایر نهادهای مرتبط با قضیه بر حال و همچنان در واقع تاکید بر این داره یعنی نیتشون را از بستر عمل نمیشه خواند خب خو اگر نیت خانی کنیم شاید بر نگاه منفی داشته باشیم شاید بر حال به این نتیجه برسیم که بر اساس زمانی که تعیین شده امکان برگزاریش وجود نداره ولی اگر به اظهارات و صحبت ها و موضع های رسمی بر حال توجه کنیم همچنان بر حال اصراری بر این هست که ما در صدد برگزاری انتخابات هستیم راه دیگه جز انتخابات وجود نداره منتها میایم سر این بحث که آیا به تاریخی که اعلان شده به او تاریخ انتخابات دایر خواهد شد یا نه ما شخصا اندک شک و تردید دارم یعنی به لحاظ زمانی با توجه به اینکه اگر مقایسه کنیم مثلا زمان باقی مانده را با زمانی که از دست رفت یعنی از زمانی که کمیسیون تشکیل شد و مدت زمانی که تا به حال به حال ما از دست دادیم و بعد هم تاریخ معین را که کمیسیون اعلان کرد که در فلان تاریخ مثلا ما که یعنی تصمیم برای این است که انتخابات پارلمانی را و همچنین شوراهای ولایتی رو دایر کنیم اه. اه و با توجه به مقایسه زمانی که از دست رفته و زمانی که در پیش رو داریم و شرایطی که به حال ما با او از نزدیک به حال شاهدش هستیم با توجه به در پیش بودن فصل زمستان و فصل سرما با توجه به شرایط امنیتی با توجه به مجموعه اعضا و احوالی که در کشور موجود هست ما فکر می کنیم تاریخی که اعلان شده عملی نخواهد چرا دلیل این که باز هم تاخیر خواهد شد چی است این خود بخشی از پاسخ پرسوش بیشتر ما نداره در خودش که مثلا اراده وجود نداره طبعا مشکلات و پیچیدگی های متعددی وجود داشت یعنی در گذشته یکی از چالش های کلانه که بر حال ما شما شاهدش بودیم و در نهایت منجر به برکناری رئیس کمیسیون هم شد اختلافات درونی خود کمیسیون مستقل انتخابات بود در یک حد بسیار شدید اختلافات درونی بین اعضا وجود داشت بین رئیس و یک تعداد از اعضا و برخی از اعضای دیگه یعنی در واقع اینا به صورت یکی از عوامل اختلافاتشان هم منتقدین ریشش را در ارگ ریاست جمهوری صراحت کردند خب به حال ریشش هر بود مهم نتیجهش بود مهم نتیجهش بودی که ما شاهد یک درگیری درونی و یک اختلافات لاینحل درونی بین اعضای کمیسیون بودیم که در واقع خودش مانعی میشد که به هر حال با با این ریشه منتقدان چقدر همسو هستید که ارک مستقیما دخالت میکنه کاخ ریاست جمهوری با استقلالیت روند انتخابات و کمیسیون ها باورمند نیست و اصلا در پی مهندسی انتخابات برای به سرسازی تداوم قدرت برای خودشان هستند من با این تحلیل خیلی زیاد موافق نیستیم. ما با توجه به ای که در واقع کمیسیون انتخابات سابق منحل شد و به یک شکلی در واقع یعنی در واقع به با اساس یک توافق به هر حال اعضای کمیسیون سابق بر کنار رفتن و سنگ بنای کمیسیون جدید را گذاشتن و این کمیسیون را هم بنا نیست که به حال صرفا برای انتخابات پارلمانی به حال برای یک مورد خاص باشه یعنی در یک نهاد سنگ دائمی سنگ بنا این را کچ گذاشتن به مردم ما خودش، خودش. ما تصور ما حکومت گماشت خودش مهرای خودش تصور ما است که نه حکومت نگماشت واقعا یعنی تصور ما بر این با توجه به اینکه ما از مستقیم در جریان به در پروسه قرار داشتیم بله. یعنی با توجه به اینکه به حال درست ضعف وجود داره درست ممکن است سوء استفاده ها های از طرف جناهای خاص شود طرف از اشخاص خواه شود ولی اگر مجموع پروسه رو ما در نظر بگیریم با توجه به اینکه یک کمیته گزینش را با یک شرایط نسبتا خوب بر حال تشکیل داد و این کمیته هم از, از نهادهای مختلف انتخاب شده بود اعضایش هم با تا یک حد زیادی مطمئن هستم که گزینشی نبود یعنی اعضای کمیته گزینش خودش گزینشی نبود و اینا خودشان یک مکانیزم رو به وجود آورد به حال یک ثبت نام یک اسم نویسی وسیع گسترده را به حال انجام دادن و یک سلسله معیارهای بسیار متعدد را در جهت گزینش که بار شما این است که او روند از سایه ارگ و در یک دور بود ممکنه به دور نبوده باشه ولی مجموع روند را اگر ما در نظر بگیریم در یک فضای مثل شرایط افغانستان اینمی وقتی مسافر یک نهاد رقمی به وجود آید. یک پروسی و رقمی یک اصول کاری به این ترتیب وقتی فراهم میشه و یک مشارکت وسیعی که نسبتا متفاوت از سالهای پیش بود برای گزینش اعضای کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایتی کل پروسه از نظر ما مثبت بود اما اینکه در نهایت مثلا از بین مجموعه افراد نهایی از بین 27 بس حف... بس... بسی... بسیار نفر یا از بین تعداد دیگی در کمیسیون سم چطور گزینش شد اینجا خب به هر حال ممکنه یک سلسله اعمال نظر یا اعمال نفوذ شده باشه شد ولی مجموع پروسه را ما مثبت میدانم و نکته دیگه که ما معتقد هستم خیلی مهندسی در کار نبود اعضای موجود در دو تا کمیسیون هست یعنی تعداد اعضایی که در کمیسیون ها حضور دارن ما فکر میکنیم به لحاظ سواد به لحاظ وابستگی های سیاسی سابقه اگر در نظر بگیریم به صورت نسبی آدمای مثبتی هستن و تجربه و تخصصات بله تجربه بله مشکل تجربه وجود داره و آدمای نسبتا کم تجربه هستند ولی از ابعاد دیگه اگر قضیه نگاه کنیم ما فکر میکنیم در مقایسه با کمیسیون های قبلی حتی یک یک مثبت را ما شاهدش باشیم با نگاه به نفس انتخابات و رصد کردن شرایط کنونی افغانستان که شما زیر نظر دارید اهمیت انتخابات در افغانستان از دید شما در چه پیمانه هست بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما خدمت جناب آقای دکتر مجموعی محترمی بینندگان شما وقتی بحث انتخابات مطرح میشه انتخابات اساسی ترین مؤلفه برای مشارکت سیاسی شهروندان هست وقتی ما بحث انتخابات را مطرح میکنیم توجه داشته باشیم که به با یک نحو گری خورده با همه عرصه ها. انتخابات ربط مستقیم با امنیت داره انتخابات ربط مستقیم با توسعه داره انتخابات رابطه مستقیم با چگونگی بازی شما در مراودات بین المللی داره وقتی ما بحث امنیت را مطرح میکنیم امنیت زمانی در کشورها به شکل شاید و بایدش و درستش تأمین میشه که حمایت مردم باشه مردم با حکمتشان همکار باشه و شما حتما مستظر هستن که هم حکمت وحدت ملی در به خصوص قوه اجراییه و هم قوه مقننه با بحران مشروعیت بر مواجه هستند حتی دیدگاه بعضی هست که همون ماده 63 قانون اساسی در انتخاب رئیس جمهور هم زیر پا شده و ماده 83 قانون اساسی در چگونگی تداوم کاری اعضای مجلس نمایندگان که در چنین وضعیتی حمایت مردم را داشتنش کار سخت هست درست. و یکی از معایبی که درز ایجاد کرده میان یعنی طبقه حکمت کننده و حکومت شوینده عدم توجه و رعایت فواید حقوقی هسته حتما استاد با ما مستحضر هستند که از نظر حقوقی بحث انتخابات را شما میتونید در مواد 4 33 61 83 84 و بالاخره ماده 156 قانون اساسی افغانستان جستجو بکنیم تاخیر در برگزاری انتخابات عملا نقض از مواد قانون اساسی هسته در بحث های حقوقی مطرح میشه که اگر شما میخواین که توصیه را خوب بپیمایین و خوب بتانین ارزی خدمات بکنین باید قواعد حقوقی تان را خودتون مراعات بکنین و رعایت بکنین درست. در محور بین المللی شما تا وقتی که یک حکومت به پشتوانی اینها یا حامی اینها مردمشان نباشه در تعاملات بین المللی خوب حرف زده نمیتونه и буҳрони машруият ҳаст ва и бӯҳрони нақзи қонун ва адами ниҳод нашудани мабоҳиси демократик ҳаст ки ҳар бор дар баробари миллатитон шумо به اما به حمایت جامعه بین یا قدرت جامعه بین المللی را برخی و پندار شما هم است که فاصله میان حکومت و مردم این شب و روز بیشتر شده با عنوان کسانی که در دل جامعه زندگی میکنیم و در بدن جامعه و درد از جامعه را درک میکنیم شاید در تاریخ افغانستان به اندازه اما ناامیدی مردم نسبت به طبقه حکومت کننده زیاد نباشه اما بحث رینا ما بتید اما یک پرسش به افزاییم که به تاکیدتان روی قانون مداری و روی کرده حقوقی این مسئله بود چقدر دلایل اصلا چه بودن و در چه سطح و ای که این قوانین نقص شدن و براشون ارزش نهاده نشد واقعا حکومت وحدت ملی که از دیدش ما مشروعیت حقوقیش هم به پرسش نماد روبرو هست به قانون ارزش میگمارد؟ اگر مشخصا در قسمت انتخابات بگیم سه تا دیدگاه برای نقص قانون انتخابات وجود داره نوع دیدگاه در درون نهاد برگزار کننده انتخابات که در مباحث حقوقی تحت عنوان مقام برگزار کننده مطرح میشه مقام برگزار کننده انتخابات انوس استقلالیت خودش را به رسمیت نشتاخته شما هر باری از طریق رسانه ها میبینیم که نهادهای انتخاباتی میگه ما طرح ما را به حکومت تسلیم کرد بله. وقتی ما از مدل مستقل میایم در بحث مدیریت انتخابات استفاده میکنیم نیازی برای تقدیم طرح به حکومت وجود نداره <تصفح> شما هم پالیسی میسازید اما اجرایی میکنین وقتی شما به حکومت میتین یعنی که رفتن عملا از مدل حکومتی استفاده کردن و در بحث های انتخابات مطرح میشه که مدل حکومتی از بدترین مدل های مدیریت انتخابات یعنی پسوند مستقل را باید حذف کرد در این احساس میکنم که ما فقط از نظر اعلامی مستقل هستیم <تصفح> نحوی گزینش اینها چگونگی عمل کردشان وابستگی به حکومت بحث نظارت همش ب... بستگی به نظارت مستقل رفتن... بودن در دید شما ب... در یک نگاه حقوقی یعنی این که حرف کمیسیون انتخابات باید نهایی باشه اصلا به با حکومت تن نته استادانی که در ح... بحث های مدل, مدیریت انتخابات را مطرح میکنن میگن که در کشورهایی که از این مدل استفاده میشه هم بحث اجرایی انتخابات متعلق به کمیسونها و نهادهای برگزار کننده است هم بحث نظارتی که ما متاسفانه یک به شکل بسیار گسترده تداخل حکومت را در این امر داریم محور دوم نوع دیدگاه سیاسیون و گروه های تاثیرگذار هست تأثیرگذار گروه های افغانستان دیدشان بعضی است که با, با, با پیشتر شما که در سوالاتتون هم وجود داشت کمیسون به شکل تنظیم شده که از این لحظه آدم میتونه که با این کمیسیون و با این طرها برنده انتخابات بعدی کی هسته انوز اجماع و اعتماد لازم میان یعنی سیاسیون وجود نداره سیاسیون بیرون نظام بیرون از نظام از شما میبینید که از جریانات متعددی که آمدن یک شورای سیاسی را شکل دارد. بله. در درون حکومت دید دوگانه وجود داره متاسفانه جانب ریاست جمهوری نگرانیشان بعضی است که با برگزاری انتخابات و شکلگیری یک قوی مقننه قانونمدار و قدرتمند احتمال فرصت برگزاری لوی جرگه وجود دارد. فرض کنید اگر لوی جرگه برگزار شد نظام تعدیل شد برو بسوی پارلمانی جایگاه ریاست جمهوری در کجاست یه طرف ریاست اجرایی هم بدون ترس نیست ریاست اجرایی ترسش از برگزاری لوی جرگه است که اگر لوی جرگه نظام پارلمانی را قبول نکرد نظام ریاستی مهری تایید گرفت با لغو ریاست اجرایی مباحث کجا میره پس این دلایل طرف... میتونن برای تاخیر انتخابات باشن من با احساس میکنم که همه چیز در اختیار حکومت است حکومت علاقه نداره که در برابرش یک قوه مقننه قانون مدار قدرتمند که هر بار کاری اما برنامه های انحصارگرایانه ای جانب حکومت را نقد بکنه و جلوی از رو بگیره همچنین یک را به خودش کار نداره <applause> هر باری که قوی مقننه افغانستان صدا بلند میکنه از اون طرف تهدید هست که بس لغوتون و بس پایان کارتون مطرح است با توجه به اینکه برداشتیم از, از, از ماده 83 قانون اساسی افغانستان این است که تا وقتی که انتخابات برگزار نشه شورای ملی دارای مشروعیت هست میگن <applause> که ولسی جرگه افغانستان دوره کاریش در اول سرطان سالی پنجم کاری پس از برگزاری انتخابات آها. ما تا تعالی... ما تفسیر ماده 83 را درست میپندارید ما باورم باز است که اودسی جرگه مشروعیت خودش را داره با توجه به حکم ماده 83 اما چون حکومت و قوه اجرایی به خصوص رئیس جمهوری افغانستان به شکل یک جانبه بسیار مقتدر عمل میکنه که نه دغمی موافق از نه دغمی مخالف نه دغمی قانون اساسی نوع عملکرد ریاست جمهوری باعث شده که اودسی جرگه تحت شوهای از تحت شوهای برنامه‌های حکومت قرار بگیره و این نگرانی به وجود بیاید که نشه که یک فرمان دیگر در رابطه بلغ لغو دو صادر کنه که من فکر کنم از دهلیز حقوقی هم چی گپی ناممکن است اگر دیدی حکومتی هست و حکومت به وجه ریاست جمهوری و ریاست های جمهوری و اجرایی نگران برگزاری لوی جرگه و تعریف دیگرگون از جایگاه خودشان هستند هر چندم عمرشان کوتاه مانده مواد برجسته توافقنامه سیاسی که بر مبنای او حکومت را ایجاد کردند حالا برگزاری انتخابات و فراخانی لوی جرگه تعدیل قانونی اساسی و بعد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بعد کمیته گزینش و بعد ایجاد کمیسیون های انتخاباتی و سرانجام هم صدور فرمان های تقنینی و در کل هم شعارهای مبنی بر برگزاری انتخابات که هنوز هم تاکید میشه اینا پوپولیستی و مردم فریبانه هستن؟ در بحث های سیاسی شما با ما موافق هستین که ما که اعلامی داریم که ملید. از نظر شکلی چه کارهایی را انجام میدیم <تصفح> خب حکومت اگر قدر کار انجام نمیداد خب هم با اما انتقاد های جامعه بین المللی به عنوان حامیانشان مواجه بود هم با انتقاد گسترده از درون توده های مردم شاید یکی از دلایلی هم که حکومت وحدت ملی سه تا سی سال دوام پیدا کرده اما کارهای شکلی است شکلی است از نظر ماهوی متاسفانه کوچکترین عزم و اراده برای برگزاری انتخابات وجود نداره حتی نگرانی واسه است که انتخابات ریاست جمهوری و تعویق بیفته شما وقتی نتونید اعتبا... یکی از بحث هایی که در مقام برگزار کننده انتخابات مطرح میشه که اعتماد مردم و جریانات تاثیرگذار سیاسی را باید جلب بکنیم. با همچه یک وضعیت اگر انتخابات پارلمانی را ما برگزار نمیتونیم شک وجود نداره که انتخابات ریاست جمهوری ما به تعویق میفته به با یادتون باشه که انعطاف در برابر انتخابات پارلمانی مقدور است این انعطاف در برابر تاخیر انتخابات ریاست جمهوری کشور به بحران میبره خیلی سپاس آقای دکتر بحث قانون مداره اینها تاکید کردند یک منبع به ما از کمیسیون انتخابات گفت که زمان کاری کمیشنران انتخاباتی همش نه اداریش رئیس و منشی بر مبنای قانون انتخابات به پایان رسیده و وظایف داخلیشان که تا یک سال به مواد کاری داشتند که حالا دیگر غیر قانونی هستند دو تن از کمیشنران انتخاباتی به دیدار آقای دانش با اون دوم ریاست جمهوری و حالا سکاندار حقوق افغانستان قلمداد میشن رفتند و این مشکل را مطرح کردند آقای دانش از جایگاه رسمیشان به اینا دستور داده که خلاف قانون میتونید به کارتان ادامه بتید و اصلا نگران این نباشید و برید به چوکی هایتان بنشینید واقعا این نگران کننده نیست نگاه قانون مدارترین شخص حکومت و دومین رتبه حکومت به قانون شاید اطلاعات دقیق نباشه یعنی حقیقتا دقیق رقم گفتن بر خلاف کمشنر. قانون بله بشین انتخاباتی چون گفتن به هر حال ما در ادبیات چنگونه نبودن <تصفح> که برن خلاف قانون گفت که ادامه بدید یعنی که قانون تمام است بس شاید شاید منظوری بوده که به هر حال یعنی تا زمانی که رئیس تعیین نشده تا تا زمانی که عضوش تکمیل نشده چون کمیسیون انتخابات به هر حال یک از اعضایش که رئیس هم بود اتفاقا با اساس تصمیم خود اعضای کمیسیون بر کنار شد بله. خب حالا هم پروسی ای که یک نفر دیگه بر کمیسیون اضافه شوه بعد در درون کمیسیون انتخابات صورت بگیره تا اینکه رئیسش تعیین شوه و به هر حال سایر م... مسئولینش تعیین شوه و او به هر حال ضرورت با آمدن عضو جدید است شاید منظور این بوده یعنی اگر چیزی یک چنین چیزی هم مطرح شده منظوری بوده که تا زمانی که عضو جدید نیامده فهمی وضعیت داما پیدا کنه عضو جدید که آمد به هر حال چون به هر حال مکانیزم انتخابش که خود اعضای ش... ش... کمیسیون باید بشینه رئیس رو تعیین کنه و همچنین به هر حال حالا معاون منشیش رو تعیین کنه این شاید معلق به او شده شاید معلق به او شده ولی نکته حالا عضو جدید برای تکمیل ابعاد قانونی این فرایند عضو جدید چگونه بس کجا خواهد آمد عضو جدید به اساس تصمیمی که رئیس جمهور گرفته یعنی شاید شاید دیره بشود بازم به با یک ترتیبی از منظر رسمی دولت به این ترتیب تفسیر کرد که در یک حد حرکت به سمت جلب رضایت بیشتر یعنی در واقع جلب رضایت بیشتر جریان های سیاسی است <applause> این ما قبول داریم من سر واضح به اساس ماده 16 قانون انتخابات وقتی یک عضو مجلس استعفا میده یا عزل میشه یا به هر ترتیبی به هر حال از وضعیت کنار میره مثلا فوت میکنه در هر حال باید به با اساس, با با اساس همون مکانیزم قبلی یعنی به اساس فقره سی ازی باید با از لیست موجودی که قبلا مثلا فرقون باز مانده رئیس جمهور باید یک نفر جدید داره به حال به اساس همون مکانیزمی که مصاحبه بود و نمیدونم فرقون بود مش باید معرفی کنه در اصل رئیس حالا. جمهور دستور صادر کرده که کمیته گزینش کارش را از بکنه کمیته گزینش هلی. از نظر جریان‌های سیاسی اصلا قابل اعتبار نیست که اعلام کردند و نهادهای مرتبط با این خوابات نهادهای مدنی امروز تا یک اعلامیه مشترک اعلام کردند که ما نه نماینده داریم در دا کمیته گزینش و نه هم به کمیته باورمند خب گپ سر همین گپ سر همین یعنی رئیس جمهور دو تا فرمان صادر کردند یک فرمانشی بود که جریان های سیاسی خواستن که به حال ن... اف... خود معرفی کنه یعنی در حقیقت از او فرایندی که در گذشته طی شده بود از او صرف نظر کردند با توجه به اعتراضاتی که وجود داشت با توجه به اختلافات درونی کمیسیون که منجر به به حال اصل رئیس کمیسیون شد به حال شاید شاید رئیس جمهور مسلحت رو در این دیده باشه که به حال از جریان های سی, سی بخواد که کاندیدهای خود را معرفی کنه از بین کاندیدهای جریان های سی, سی یک نفر را جدیدا به حال به عضو کمیسیون معرفی شوه تا اینکه در در یک حدی به صورت نسبی رضایت جریان های سی, سی در یک حدی تعمین شوه اما این, فرمان ج... اول فرمان اول پس خب. بنابراین اگر فرمان اول صادر میشه که افراد کاندید جدید معرفی شوه در اون صورت ضرورت به تشکیل کمیته گزینش هست درست. و فرمان بعدیش هم بود که کمیته گزینش تشکیل شود حالا به هر حال افغانستان وضعیت وضعیت بحرانی است شما میفرمایید این خبر ما از شما میشنوید که به هر حال نهادهای مدنی چون یکی از اعضای کمیته گزینش به هر حال نماینده نهادهای مدنی بود بله. و احتمالاً اینا تصمیم گرفتن که به هر حال اون نفر خود اجازه ندن که مثلا فرض کنید تو کمیته گزینش بیایه بعد پس بنابراین باید منتظر باشیم که تصمیم بعدی رئیس جمهور چی خواهد بود درست <تصفح> <تصفح> تصمیم بعدی رئیس جمهور بر مبنای انتخابات که وجود داره و یکی از اون بزرگواران را به حقوقدان هستند ما در بحث فعلا داریم و نگاه شان مشخص است نسبت به حکومت آقای رئیس جمهور غنی و حتی آقای عبدالله نگران برگزاری لوی جرگه و تعریف دگرگونه از جایگاه خودشان در آینده در دید مردم هستند و شاید هم دوست دارند که دوام بتن حکومت را این اصلا نگران برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اند ناشی از عدم موجودیت اراده و تصمیم قاطع در رهبران حکومت وحدت ملی به هر حال یک تحلیل همینه یک تحلیل را... رایج در جامعه همینه به هر حال قصه‌ای که منتقد جدی دولت وحدت ملی هستن به هر حال انتقادش همینه که دولت به هر ترتیب تلاش میکنه که به بهانه های مختلف به هر حال جریان انتخابات را به تاخیر بیاندازه چون که در اگر به بر موقع برگزار شود ممکنه مثلا فرق کسایی که در قدرت هستن به هر حال ضرر کنه این یک تحلیل هست ولی به اساس عملکرد آنچه که عمل, عمل،, عمل کرده دولت و اظهارات دولت از صحبت صحبت سر همینه یعنی ما باید بریم سر مکانیزم با توجه به اینکه انتخابات تنها انتخابات پارلمانی نیست به هر حال کمیسیون کمیسیون دائمی است تعداد اعضای به حال با مدت 3 سال تعیین شده تعداد اعضای دیگیش به مدت 5 سال تعیین شده یعنی در واقع به صورت دوره‌ای اعضا تکرار خواهد شد و, و اگر امیدی باشه و آینده به حال امنیتی باشه به هر حال این به صورت مداوم در نهادهای انتخاباتی فعال خواهد بود صحبت سر اینه که اون نهادی که بنا بود جور شود و بنا بود این مسئولیت کلان ملی رو به عهده بگیره با این بحران مواجه است با ای اختلافات درونی با ای تقابل جریان ها و کلان شدنش کافیه که در بین جریان های سیاسی وجود داره پس بنابر این قدم بعدی خواهد بود که رئیس جمهور آیا برگرده از طریق تاری... از... همون لیست سابق به هر حال یک نفر را دوباره مجددا معرفی کنه یا اینکه نه کمیسیون رو مثلا فرض به جای نماینده جامعه مدنی یک هر دیگه هر, کسی را که آه. به گمار رئیس جمهور وقت اراده برای برگزار انتخابات وجود نداشته باشه نمادین خواهد بود من فکر می حتی اگر دولت تصمیم بر کردن انتخابات نداشته باشه مهم. حتی اگر اراده دولت منتفی ما بله. فکر نمی‌کنیم که به مصلحت جامعه افغانستان جریان‌های سیاسی ای باشه که دولت را در جهت تحقق بخشیدن این هدفش همراهی کنه یعنی صحبت سر اینه که دولت حتی اگه اراده نداشته باشه باید جریان‌های سیاسی بر دولت فشارهای لازم را وارد کنه تا اینکه او اراده به وجود بیاره یعنی در واقع حکومت فشار پذیر هست؟ بله چرا فشار پذیر نیست؟ چرا فشار پذیر نیست؟ ما فکر میکنیم که جریان های سیاسی اگر صادق باشه، اگر صادق باشه و اگر حقیقتا اونا هم دنبال انتخابات و بر رفتن به سمت در واقع تداوم به حال دموکراسی در افغانستان و ایجاد نهادها و تداوم نهادهای دموکراتیک باشه، ما فکر میکنیم از تمام نیرو و از تمام توانش باید استفاده کنه به صورت هماهنگ بر دولت فشار وارد کنه تا اینکه دولت اگر اراده هم به تحلیل اراده هم نداشته باشه وادار شما به اینکه پیش بره به سمت آقای سیغانی هر چی بگندد نمکش میزنند وای بروزی م. که بگندد نمک م. وقتی معاون دوم ریاست جمهوری چنین کرده باشه و روی کردش این باشه که حالا باقای آقای دکتر باقری به تحلیلشان گونه دیگه ای بود میخوام تحلیل شما رو هم داشته باشم که اعضای کمیسون انتخابات وقتی وقت قانونیشون به پایان میرسه به دیدار ایشان میرن و ایشان که حالا سوکاندار قانون هم هستند از نگارنده های قانون هم هستند دستور میدن که به کارتان ادامه بدید واقعا این ناشی از عدم ارزش نهیشان با قانون و حقوق است و یا دلایل ای که آقای دکتر اشاره کردن داره اجازه فرمایید من اینطور پاسخ بتون که میان استاد سرور دانش حقوقدان و استاد سرور دانشی که خوشبختانه ما از منابع متعددی که نوشته کردن استفاده کردیم و استاد دانشی که جمهور را شما تفکر قائل شدیم استاد دانش که معاون رئیس جمهوری افغانستان هست نیاز داره و و جزی مسئولیت هاش میدونه که استراتژی و برنامه های حکومت را تعقیب بکنه و پیش ببره و من فکر میکنم که این حکومتی ای که حتی طبع... به بهای ارزشی به قانون متاسفانه طبقه حکومت کننده قرار گرفته و جزی متولیان امور قرار گرفته و راهی نداره جز ای که استراتژی و برنامه های حکومت و قوه اجرایی تعقیب شود و پیش بره با توجه به اینکه دید رئیس جمهور هم که های حقوقی و قانونی زیاد محاول جواب معاونت دوم ریاست جمهوری با توجه به کاری را که آقای دانش داره ما باورمندیم بعضی حکومتی که میایم از آغازش بحث خلاف قانون بودنش مطرح است خیلی برش جالب به بر شاید جالب نباشه که نپذیریم که همچک حرف را نگفته باشه حتی در قسمت برکناری رئیس قبلی کمیسیون انتخابات که و تقسیم بندی کردن 35 سال مول با برکناری شما شود یک عضو از یک سال انتخاب شده بود یک فرد را که شما سه سال یا پنج سال انتخاب میکنین بغیر از اینکه با از طرف محکمه محکوم شوه بدون از اینکه به خیانت ملی مرتکب شوه شما صلاحیت اصلی از اون ندارین افرادی که مدت کاریشان معین است یک نفر را میارین شما بر مبنای یک پیشنهادی که اونم احتمال داره و خیلی باور به است که ریاست جمهوری اعضای کمیسیون انتخابات را هدایت داده باشه که یک پیشنهاد یا تصمیم صورت بگیره شما از موقعش عزل میکنین نه تنها که از ریاست طرف میکنین که از عضویت از هم برکنار میکنین دوباره به میکاره از اون میاین یک کار خلاف قانون دیگه انجام میتونید که فرمان تقنینی را فرمان را صادر میکنین برای اما آغاز کار مجدد کمیته گزینش من فکر میکنم که حکومت فعلی افغانستان در اکثریت موارد خصوصا در بحث انتخابات هر بار خواسته که دوام قانون شکنیش را داشته باشه یعنی تلاش داره که سیاسیون و جریانات تاثیرگذار را از طریق قانون شکنی قناعت بده این طرف دیگه تلاش داره که چطور بتونیم برنامه ها و اما استراتژی های خودمان را خلاف قانون دوام بدیم من فکر می کنم ایشا در کوتاه مدت در یک سال نیم سال ما دستاور داشته باشیم اما در دراز مدت مردم افغانستان را ضرر می درست پس حکومتی که به شما به قانون زیاد ارزش قائل نیست و حکومتی که به مدنیت هم مت... متهم میشه که ارزش قائل نیست و سرکوب میکنه روند های مدنی و حکومتی که بعد جریان سیاسی هم زیاد تن نمیته به مجلس که تن دادنش باشه سر شما اشاره کردید که مجلس هم وابسته و فرمانبردار و حکومت شده برعکس این حکومت از چه ابزار فشار پذیر است قسمی که دکتر اشاره کردن که جریان سیاسی باید فشار وارد بکنن تا حکومت راه کجش هم اگر داره راست بکنن من احساس میکنم که جریانات سیاسی از دو سال به این طرف کارهای چشمگیری را انجام دادن ولی آنچه که به ما هم به عنوان شهروندان برای شخصیت های تحصیل افغانستان مهم هست سقوط نظام هست به هر شکلش باید نظام به با جای خودش باشه اما از کدام راه هایی بتانیم که افرادی که در رأس قرار داره و به عنوان طبقه حکومت کننده یا اینا اصلاحاتی به وجود بیا یا بدیلی برایشان انتخاب شده که من فکر میکنم در وضعیت فعلی افغانستان با توجه به که قضایای داخلی ما ربط مستقیم به با بازی های منطقه و بازی های بین المللی داره سخت است که آدم ابزار سخت را در برابر اینها استفاده بکنه آل مجبور هستیم که یک سال یک سال دیگر تحمل بکنیم تزو... اما این مجبوری تا چه وقت باور شما و تحلیل دانین بود که احتمالا انتخابات ریاست جمهوری هم برگزار نشه و اینا قرار است دوام پیدا کنند من نگرانی از اینجا است که اگر فرض بکنیم تا یکونیم سال دیگه اینا با... با... تحمل شوه انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشه شاید باشین که این برنامه شما در آرشیف باشه این اتفاق در برابر انتخابات ریاست جمهوری و تأخیرش وجود نداره. شما می‌بینید که در ولی همین باز... نگرانی پیش از دو سالگی حکومت وحدت ملی هم واقعا مطرح میشد من در همین میزبارها بحث کردم. آگاهانی مثل شما گفتند که دو سالگی حکومت که تکمیل شود دیگه تحمل نخواهد شد. ولی ما بیش از سه سال است تحملش کرد. شما... اه... یک بحث تحمل دوام کاری حکومت هسته یک نوع عمل کرد و حادثاتی که به حکومت پیونده بیشترین شخصیت هایی که در اپوزیسیون قرار داره کسانی هست که در درون نظام افغانستان هسته و این اوج بحران رو نشان میده هر روز وضعیت از کشور شما میبینین نو این نگاهی جامعه بین المللی در قبال افغانستان میبینین افغانستان دیگه افغانستان دوری آقای کرزی نیسته بلاک بندی ها در محیط بین الملل به شکلی هست که این جریانات و شخصیت های تاثیرگذار تقسیم میشه میان قدرت ها هر نوع بی تفاوتی در برابر قواعد حقوقی و پروسه هایی که میتونه دموکراسی رو خوب تمثیل بکنه و نهادینه بسازه به زیان مردم افغانستان شاید چهار از شخصیت هایی که در رس قدرت قرار گرفته اینا باشن یا برون اما در دراز مدت ملت افغانستان و جامعه افغانستان ضربه نوی عملکردهای امروزی ما را میبینه که ما باورمندیم بعضی است که هم پارلمان جایگاه خودش را بتونه خوب تعریف بکنه و هم این گروه های تاثیر که به عنوان اپوزیسیون مطرح میشه با برنامه حرکت بکنه امتیازگیری برایشان در کوتاه مدت معنا نداشته باشه طرح بتن و برنامه بتن من احساس میکنم که جامعه بین المللی هم قناعت میتن که باید انتخابات در زمان موعدش در اول اجازه سال پنجم کاری باید برگزار شود انتخابات ریاست جمهوری مشخصا در مورد انتخابات پارلمانی باورمندین بعضی است که در زمان کمیسیون انتخابات تعیین کرده برگزاری مقدور نیست حتی اگر ما بتوانیم با انتخابات ریاست جمهوری یک جا برگزار بکنیم و برنامه ها پیش بره فکر میکنیم که یک گامی م... است که ما موفق عمل کردیم اما ظاهرا از از نیت حکومت افغانستان به خصوص رئیس جمهوری افغانستان که همه چیز در اختیارش است طور دیده میشه که از و اراده برای برگزاری انتخابات پارلمانی و داشتن یک پارلمان مقتدر در برابر خودش خیلی وجود نداره پس خیلی کوتاه با رئیس جمهور که چنین نگاهی دارد چه باید کرد جواب دادن سخت است در این مورد. عالی رئیس جمهور را که چگونه عزل بکنید؟ اما یک نقل قول در از آقای کرزی آمده که همون طوری که در ریاست جمهوری بردم همون از ریاست جمهوری میکشم احساس میکنم که از آقای رئیس جمهور که ماده 69 قانون اساسی افغانستان اعمال شوه که بحث خیانت ملی مرتکب میشه اونم یک مورد است که متاسفانه ما در قواعد حقوقی و قواعد ما در سطوح مختلف تعریف از خیانت ملی نداریم خیلی سپاس آقای دکتر ظاهرا منتقدای سیاسی حکومت شامل کسانی مثل آقای کرزی و سیاسیون مطرح دیگر خیلی هم قرار نیست بیش از این تحمل بکنند و مباحث چون لوی جرگه را مطرح میکنند نه لوی جرگه قانون تعدیل قانونی اساسی که توافق نامه ارائه میکنه و ایجاب میکنه لوی جرگه سنتی که آقای کرزی مطرح میکنه و برخی از جریانهایی که حالا برچسب میزنند به خود آقای کرزی از او حمایت میکنه با این وضع حکومت هرچند مخالفت نشان داده و گفته لوی جرگه در قانون مشخص است فرایندش که چگونه باید برگزار شود و, و فراهمی هاش اما حکومت با این مخالفان و منتقدان چه خواهد کرد و از بهبوهای این تشنج های سیاسی در میان سیاسیون چگونه میشه مردم افغانستان و کشوری بنام افغانستان را بدر کرد قبل از اینکه به سا پاسخ سالت برسند دو نکته میخوایم توضیح بده که یکی <تصح> راجع به معاون دوم که میفرمایی دستور داده که برین خلاف قانون بشین هیچ اتفاقی نمیفته ما فکر میکنیم به این ترتیب منطق نداره یعنی اصولا منطق نداره که معاون دوم به دو نفر از اعضای کمیسیون یک چنین دستوری داده باشه صحبت سر این واقعا که ببینیم سه سه, سه،, سه کاتگوری از از زمان در اونجا مطرحه سه نفر از اعضای کمیسیون مدت خدمتش سه سال تعیین شده چهار نفرش به مدت پنج سال تعیین شده انال میرسیم سر در واقع کادر اداری و اجرایی بله. کمیسیون که اینا بعدا به اساس تصمیم خود کمیسیون با توجه به اینکه اختلاف داشتن نیامدد مدت زمانش را طولانی کنه و دلیلی که به هر کدامشان برسه یک فرصت که مثلا ریاست کنه یا سخنگو باشه یا معاون باشه آمدن مدت زمانش را کوتاه کردن گفتن که یک سالیش کردن بله. آمدن گفتن خیلی خوب رئیس یا کسی من حیث رئیس وقتی انتخاب میشه یک سال بعد این باید کنار بره یک کسی دیگه رئیس شود یک سال بعد یک کسی دیگه رئیس شود تا اینکه همگی یا یک تعدادی از فایز ریاست بهره شو. شوه اینال صحبت سر اینه که رئیس کمیسیون به عنوان یک عضو به هر حال به اساس تصمیم اعضای کمیسیون کنار رفته اینال اگر هنوز این آدم مثلا ظرفیت کمیسیون تکمیل نشده و شما انتخابات در اونجا دایر کنی شاید خودش مشکل قانونی داشته باشه یعنی خودش به با اساس ممکنه مشکل آئین از نظر اصول و پرنسپ های اجرایی مشکل داشته باشه ممکنه یک مثلا فرض کن مشورتی رقمی داده باشه که مثلا شما برای یک مدتی میتونین مثلا صبر کنین تا اینکه که مثلا فرکن وز جدید به رئیس یک بس بحث دیگه که استاد میفرماید از نظر قانونی خود کمیسیون صلاحیت نداره که مثلا کن یک عذر رو برکنار کنه اتفاقا اتفاقا در اینجا برعکس از قضیه یعنی حتی اتهامات به رئیس جمهور یا به دولت بر این مبنا وارد بود که از رئیس کمیسیون حمایت میکنه یعنی رئیس کمیسیون یک مهره است در خدمت در واقع دولت که احتمالا در آینده میخواد از برای مثلا فرکن به مهندسی انتخابات استفاده کنه یعنی دولت قاعدتا نباید موافقت میکرد با تصمیم اعضای کمیسیون ولی باز هم ما فکر میکنیم که دولت حداقل نشان داده که به حال به مفاد قانون انتخابات در واقع چیه متعهد است یعنی رعایتش میکنه به اساس ماده به اساس ماده 16 هشت مورد امکان اصل عضو کمیسیون وجود داره هشت مورد شما در سه مورد نکته که اوضاع بر کناری ده. رئیس کمیسیون انتخابات میتونه این برچسب را که کمیسیون انتخابات مهره های رئیس جمهور غنی میشه حتی به این ترتیب تحلیل کرد داره میشه حتی به این ترتیب امکان تحلیلش وجود داره یعنی این مجال میتونه وجود داشته باشه چرا به دلیل اینکه در سه مورد درست فرمایش استاد در سه مورد تخلف های اگر بوده باشه از جمله تزویر سند مثلا فرض کن اینجا یا مثلا فرض کن محرومیت از حقوق مدنی یا مثلا ارتکاب جرم در این سه مورد محکمه باید تصمیم بگیره به حال صلاحیت احرازش به محکمه است ولی پنج مورد دیگه به صراحت قانون انتخابات به اساس ماده 16 فقره 3 از صلاحیت خود کمیسیون هست که راجع به یک از اعضا بشه تصمیم بگیره یکی از او, یک او موارد میتونه که مثلا فرض کن خلاف مصالح یا منافع ملی عمل کرد یک عضو خلاف منافع ملی باشه میتونه عمل کرد مثلا فرض کن منطقه‌ای عمل کرد مثلا تبعیض‌آمیز به لحاظ قومی نژادی عوامل مختلف درست این بحث بس بیشتر, بیشتر میخواد وقت براش کم بود اگر اشاره کردم آه. که همچین کمیسیون هم, هم چنین صلاحیتی نداره ما فکر میکنیم کمیسیون صلاحیت داره یعنی صراحت داره و رئیس جمهور میتونه اسم مخالفت کنه اجاز اجازه بدید پرسش آره. بیشتر ما دوباره باز پرسش بخوایم ولی اول امی اشاره شما را از آقای صیقانه بیایم که چگونه است شما حتما مستحضر هستین و سر و صداهای بلند شد که حتی ما اونیت دوم ریاست جمهوری اعضای کمیسیون انتخابات را خواسته بودن و در دفترشان و برایشان گفتن که رئیس کمیسیون انتخابات را برکنار بکنید یا استفایتا نمیتونی شما تا در یک برنامه کلان تلویزیونی رئیس کمیسیون اسبق انتخابات این بس را مطرح کرد من فکر میکنم یک بس شکلی قضیه است که به ما چه نشان میتن یکی بس ماهوی عمل کرده است بحث محتوای عملکردها تا هنوز ثابت ساخته که حکومت افغانستان و ریاست جمهوری افغانستان به صورت بسیار گسترده تأثیر گذار بوده بر عملکردهای اعضای کمیسیون انتخابات درست و, و خیلی کوتاه برکناری کناری رئیس کمیسیون انتخابات به این اتهام را برای رئیس جمهور کاهش خواهد داد که مثلا اعضای کمیسیون انتخابات های رئیس جمهوری حتی من نظر به حرف قبلی میگم که ریاست جمهوری عملا نقش داشت در برکناری از این فرد درست یکی درست. چی گفی بوده بازی های درون, درون ساختار کمیسیون انتخابات باید به تحلیل برسید خیلی ممنون آقای دکتر پس بغرنشتر شد موضوع دقا قضیه پیچیده است قضیه پیچیده است تحلیل های مختلف وجود دارد دیدگاه مختلف وجود دارد اینی که ما بگیم که خیلی خوب پشت پرده یک اتفاق افتاده ولی باید دلیل برای اثباتش وجود داشته مثلا ما, ما دوم اعضا را فراخوانده خوانده باشه که زمینه بسازید برای برکناری مثلا وقت رئیس کمیسیون که عزل شده می در تلویزیون اعلان میکنه که مثلا فرکن رئیس جمهور یا معاون دوم مثلا اعضا را علیه ما تحریک کردن و اونار را تهدید کردن در نهایت اونا را وادار کردن که به هر حال علیه ما رای بده ولی ما خو باید دلیل شاید به شا 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 دلیل اثبات وجود داشته باشه یک بحث است یک بحث دیگه اینه که اعضای کمیسیون از آغاز تشکیل حتی برای بعد از یک مدت کوتاه با هم در یک چالش بس قرار گرفتن که حتی اینا مثلا فرض کن بعضی از اعضای کمیسیون حتی, حتی خبر نمیشود از جریان از جریان های تصمیم گیری ها از جریان درست. تصمیم گیری های خیلی کلان یعنی یک چالش کلان برای اعضای کمیسیون وجود داشت اه. یعنی این تو نبود که منتها او زمان در واقع یک یک حالت نسبتا متوازن بود یعنی در واقع سه نفر چهار نفر بود ولی به تدریج طرفدارای رئیس کمیسیون کاهش پیدا کرد و در نهایت به این نتیجه رسید. در بسید. جنبندی پرسش پیشتر ما پاسخ داشته باشید. پرسش پیشتر تی بود که آیا راه حل تشکیل لویجرگه است؟ برای, بیرون خب آره، برای بیرون رفت از بحران آره برای بیرون از, بحران تشکیل لویجرگه میتونه بیرون را، راه حل باشه خودتان هم یک بخش از دور اشاره کرده که اگر به اساس قانون یعنی در واقع شعار قانونگرایی و بر حال حاکمیت قانون مطرح شود در مکانیزم حقوقی در نظام حقوقی جدید افغانستان لویجرگی بر حال انعنوی گذاشته جایگاه قانونی نداره یعنی که بیایم مجددا برگردیم به تاریخ گذشته و به قبل از قانون اساسی 1382 و, و بیایم به اساس لویجرگی مثلا فرض کن عام مثلا فرض کن انانوی افغانستان بیایم تصمیم بگیریم اولا خارج از از مقامات حکومت آقای کرزی مثل آقای نبل شاگری هایی کرد که نشان می آقای کرزی واقعا آقای غنی را نشانده در کرسی ریاست جمهوری و به نقل از آقای سیغانی به نقل از آقای کرزی این مهره را این مهره را که در تخته شطرنج بنام افغانستان گذاشته پس خواهد کرد آقای کرزی پس, پس بنابراین تقابل بین کرزایی و بین غنی است یعنی در واقع بین رئیس جمهور فعلی و رئیس جمهور سابق است پس خود اینا نشان میده که تقابل تقابل منافع ملی نیست رفتن به اساس به سمت آوردن امنیت در افغانستان استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم نیست یعنی در واقع تقابل یک کسی است که از قدرت کنار رفته و انتظار داشته که یک کسی که به قدرت میگذره فردا و به تمام منافع و مثلا مساله شخصی و تیمی او رو رعایت کنه و احتمالا به این نتیجه رسیده که نه او او, او پروتکلی که وجود داشته و توافق پشت پرده که وجود داشت فعلا عملی نیست پس این در صدد برآمده که دولت را کمرش بش و مجددا به قدرت برسه یا کسی را به قدرت برسانه که در خدمت به هر حال برنامه‌هایشان در, در جهت به هر حال اهدافی که ایشان تعقیب میکنه این توانایی را صحبت سر اینه که این لوجرگا لوجرگی نیست که خیر و صلاح و فلاح افغانستان را به هر حال بیا تأمین کنه یعنی واقعا ما رو ببره به سمت دموکراسی به سمت عیار ساختن نهادهای دموکراسی آره. اینا صحبت سر اینه پس بنابراین امیدی برای که به هر حال این برای منافع ملی افغانستان کمک کنه وجود نداره بحث دیگیش ای میمانه که آیا میتونه زورش برسه زورش برسه دولت چپه کنه مثلا فرض کن این بحث بستگی دولت را که به با دولت... قول خودش خودش دولت که به اساس تحت تحلیل هایی که میشه یا به اساس اظهاراتی که آی نبیل کرده یا کسای دیگه که خودش به قدرت یا به اساس اظهاراتی که به حال برای ما اثبات نیست که خودشان اظهار کرده باشه ولی این ای ای شایعات وجود داره که خود کرزی گفته است که امور که به ارگ آورده بیرونش میکنیم پس بنابراین تقابل تقابل بین دو شخص است بین دو جریان است و خود شومه در نفس خود به هر حال یک یک, یک, حرکت شومیه که قدرتش برسه دولت بتنه به هر حال برکنار کنه یا نه. یک بحث بسگی به پیدا می به با عوامل متعدد دیگه ای پیدا میکنه که چه مقدار توانمندی چه مقدار حمایت ها پشت سرش است از کدام کشورها میتونه مثلا حمایت شوه و اون با خصوص که این طرف هم دولت هم مورد حمایت یک بلوک نظامی قدرتمند است خیلی ممنون آقای صیقانی بحث را نتیجه گیری و جنبندی کنید باورها بری هست که دموکراسی در افغانستان چنان ضربات طی سال های اخیر خورده که مرده روح از بدنش فرار کرده و پیکرش مانده حالا در ایک و نیم دو سال آینده با توجه به نگرانیتان از عدم انعطاف در برابر رویداد احتمالی مثل برگزار نشدن انتخابات ریاست جمهوری پیکر دموکراسی هم از افغانستان بیرون خواهد شد و یا مردم افغانستان و سیاسیون کاری خواهند کرد که روح در این پیکر دوباره دمیده شود من احساس میکنم که دموکراسی را که در 13-14 سال ما با هزینه های کلان کسب کرده بودیم در سه سال حکمت وحدت ملی نه تنها که ما نتونستیم این دموکراسی را تقویت بکنیم متاسفانه ما ارزش را حفظ هم نتونستیم و این به خیر افغانستان نیسته یکی از هایی که برای دوام دموکراسی و پرو تقویت پروسه پرو های دموکراتیک وجود داره نوع دید شهروندان هست در برابر قضايا هنوز هم ملت افغانستان باورمندشان بعضی است که ما اگر بخوایم که حکومتی در آینده شکل بگیره این حکومت باید از دل رای مردم باشه و مبتنی بر اراده ای مردم باشه و این مردم هم در طول تاریخ نشان داده که هر نظامی و هر حکومتی که در برابر مردم قرار گرفته محکوم به شکست بوده و شکست خورده اجازه فرمایید من اشاره چرایی سر و صدا شدن برگزاری لوی جرگه خدمتان داشته باشم نوی عملکرد حکومت باعث شده که افراد بخیزن و خلاف قانون اساسی بگن ما لوی جرگه انوی را برگزار میکنیم با توجه به اینکه ماده 111 قانون اساسی بسیار واضح جایگاه جرگه را مشخص ساخته چرا حکومت نگران هست حکومت از ضعف خودش نگران هست و احساس میکنه که با برگزاری لوی جرگه انوی در حالی که جنبه الزامی نداره ختم دوام کار حکومت و برآمدن یک شای جدید که تحت نام آقای کرزه یا ای او بی باشه اینطور یک چیز را پیامد میداشته باشه من فکر میکنم لویجرگه ان در قانون اساسی و قواعد حقوقی افغانستان الزام آور نیست فقط میتونه که جهتی مشوره و بحثا برگزار کرد خیلی ممنون از شما عبدالغفار خلاص ایقانی استاد دانشگاه و دکتر باقری آگاه سیاسی از حضور تندری بس و سپاس و امتنان هم از شما که مهربانه این پرتشنید را تا پایان بیننده بودید تا درود و دیدار دیگر شب و روز به کام و مرادتان قدرت